بحران همه‌گیری ویروس کرونا و کمبود کادر درمانی ایران زمانی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم در 40 ساله گذشته صدها متخصص بهایی تنها به دلیل باورشان از محل کار اخراج یا اعدام شدند. دکتر پرویز فیروزی داروساز شناخته شده شهر بود. او در تابستان سال 1360 در سن 39 سالگی و با حکم دادستان انقلاب آذربایجان به اتهام اعتقاد به دیانت بهایی در تبریز اعدام شد. پرویز فیروزی در سال 1348 از دانشگاه تبریز دکترای داروسازی گرفت و پس از پایان دوره خدمت سربازی در سپاه دانش به تبریز برگشت. اما مراکز دولتی مانند بهداری و دانشگاه آن زمان نیز او را به دلیل نوشتن بهایی در ستون دین استخدام نمی کردند. یکی از دوستانش در کارگزینی دانشگاه تبریز به او توصیه کرد تا آن بخش را خالی بگذارد تا استخدام شود که پرویز نپذیرفت. او مدتی بیکار بود و به پدرش در اداره کردن پمپ بنزین در شهر اهر کمک می کرد تا آنکه مسئولیت داروخانه ای را در خیابان شاهپور تبریز به عهده گرفت. پرویز تا زمان دستگیری در مرداد سال 1359 در همین داروخانه مشغول به کار بود. پرویز فیروزی در سال 1353 با کیانیه محلوجی که پرستار بیمارستان و مربی پرستاری بود ازدواج کرد که حاصل ازدواجشان 2 فرزند بود. هنگام اعدام پدر آنها 5 ساله و 3 ساله بودند. پرویز و همسرش مانند اکثر کادر درمانی کشور ساعات زیادی از شبانه روز را صرف خدمات درمانی به هموطنان خود می کردند. چند ماه بعد از پیروزی انقلاب مأموران مسلح به منزل دکتر فیروزی حمله کردند. در آن زمان مهدی بازرگان نخست وزیر وقت از مردم خواسته بود تا اگر افراد منازلشان را بدون مجوز بازرسی کردند حتما اطلاع دهند. پرویز فیروزی هم به کلانتری خبر داد و از آنجا پروندهش به دادگاه انقلاب رفت. چند ماه بعد به دادگاه انقلاب احضار شد. مسئول رسیدگی به پرونده که یکی از اعضای انجمن ضد بهایی حجتیه بود به پرویز گفت به به، دشمن به پای خود آمد به گور. دکتر فیروزی در 7 مرداد 59 دستگیر شد. چند ماه بعد پدر او رضا که 73 سال داشت نیز دستگیر شد. رضا فیروزی پس از 50 روز بازداشت و تحمل شکنجه به جرم تغییر دین در سنین جوانی از اسلام به دیانت بهایی توسط سید حسین موسوی تبریزی رئیس دادگاه انقلاب تبریز مرتد شناخته شد و در آبان 59 اعدام شد. چند ماه بعد در 7 مرداد سال 1360 دکتر پرویز فیروزی به همراه 8 بهایی دیگر با حکم موسوی تبریزی مفسد فی‌الارض و محارب با خدا شناخته و اعدام شد. کلیه اموال این افراد نیز با حکم دادگاه انقلاب مصادره شد. به دلیل غیر علنی بودن دادگاه و عدم پذیرش وکیل از چگونگی محاکمه این 9 شهروند ایرانی هیچ اطلاعی در دست نیست. موسوی تبریزی اکنون عضوی از جناح اصلاح طلب نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.